حواسمون باشه که ما نیتمون مهمه، خیلی مهمه، به چه قصدی داریم میگیم، قصدمون خیلی خوبه، ولی تأثیری که روی فرد داره میذاره خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. ما از اون نباید غافل بشیم. خیلی نکته خوبی رو بیان کردی در قضیه نیت و تأثیر، اینکه ما باید تأثیر رو خیلی در نظر داشته باشیم، ولیکن گاهی اتفاق میفته که این تأثیر آنی نیست و این تأثیر رو ما بعدها میبینیم و شاید اصلا اون موقع تشخیص نمیده. این رو راجبش چی میگی؟ خیلی نکته باز ظریف و خوبی هستش که داری بهش اشاره میکنی. این تأثیر میتونه دو روز بعد نشون بده خودش رو، میتونه دو سال بعد خودش رو نشون بده، برای اینکه اون فرد عادی سازی شده متوجهش نیست، بعدن متوجه میشه، یا نه حتی اون زمان متوجه نشده، بعد میاد ممکنه همراهش بگه فلانی اینو گفت، تو ناراحت نشدی؟ این قصدش این بود، و من بگم اه راستی. یا اینکه ممکنه خودم بعدن ببینم تو عمل کردم، وقتی میخوام رانندگی کنم میترسم، فکر میکنم آها از اون جمله‌ای که گفته شد، یا وقتی میخوام بخونم صدام رو میبندم نمیتونم دیگه بخونم، میدونم تأثیر اونه. زمانی که ما میریم و در مورد این جمله‌ای که گفته شد یا خشونت کلامی که صورت گرفت صحبت میکنیم که این صحبتی که کردی ناراحتم کرد، دقیقا اونجایی که اون طرف قرار هست بپذیره، نه اینکه بگه تو که اصلا متوجه نشده بودی فلانی بهت گفت. دقیقاً، یعنی باید به خاطر داشته باشیم که تأخیر در تأثیر علامت عدم تأثیر نیست. دقیقاً، و اشتباه نیست، درسته، میتونه اتفاق بیفته. ممکنه گاهی ما فکر کنیم تحت تأثیر دیگران هست که تو الان اینو داری میگی. خب آره، برای اینکه اون دیگران به من کمک کردن که بفهممشون، عادی شده بود برام. کاری که میتونه بکنه طرف اینه که بپذیره، اول از همه به احساس اون طرف رو بهش اعتبار بده و ازش عذرخواهی کنه، یه عذرخواهی صادقانه، و بگه که بعد از این حواسش هست و این کارو نمیکنه، و ازش بپرسه که دیگه به چه شکلی میتونه کمکش کنه که از این ناراحتی بیاد بیرون. وگرنه اینکه من بگم من اصلا قصدم این نبوده، تو هم اون موقع نفهمیدی، بعدش آره بعدش این میتونه با تأخیر اتفاق. یه سوال اینجا برای من به وجود اومد، تو گفتی این تأثیرش بر من بوده، من میخوام بدونم که آیا از نظر تو تأثیر خشونت کلامی یا کلام‌های خشونت آمیز بر افراد مختلف و میزان تأثیرش، آیا این میتونه تعیین کننده این باشه که این در مورد تو خشونت کلامی بوده ولی در مورد من نبوده، یا اینکه نه یه استاندارد مشخصیه؟ ببین، وقتی میگیم استاندارد، من باید خیلی موثق جوابت رو بدم. من استانداردی ندیدم، به خصوص که تو فرهنگ‌های مختلف متفاوت خیلی چیزا. ولی یادمون باشه ما داریم بحث از آگاهی و آموزش میکنیم. بعضی از چیزها بعداً متوجهش میشیم، حتی ممکنه این تو قضایای خیلی جدی اتفاق بیفته. یعنی مثلا تمام حقوق من به عنوان یک زن بره توی حساب همسرم به عنوان یک مرد و اون بتونه پول من رو مدیریت کنه، به این حساب که ما که با هم این حرفا رو نداریم، یا حتی آدمای پیدا بشن بیان تشویق کنن که این کارو بکنید. چرا؟ این خشونت مالی هستش، ولی من نمیفهممش تا وقتی میام توی جایی، توی فضای بزرگتری، و اون وقت متوجهش میشم که اینجا این بود. یا مثلا ما حتی توی غرب این رو میبینیم که میرن به نام اون فرد کارت کردیت کارت باز میکنن و از کردیت کارت اون خرج میکنن، مثلا مبلمان میخرن و بعد پولش رو اون طرف باید بده و اون مسئوله. توی ایران میبینیم که چک باز میکنن برای طرفشون و بعد به نام اون میرن چکای کلون میکشن و وقتی که مشکلی پیش بیاد اون طرف باید بره توی زندان. اینها خشونت هایی هست که مالیه، اما از طریق کلامی شروع شده، چون متقاعدش کردن که تو یا من خیرتو میخوام دارم اینو میگم، یا من و تو که با همین حرفا رو نداریم، فرقی نداره بیا، یعنی تو به من اعتماد نمی کنی، میخوای این کار بکنی. یا حتی از نظر مذهبی توجیه میکنیم که نه، تو باید پولتو بریزی تو حساب شوهرت
تا خدا دوستت داشته باشه. و اینها هم از طریق کلامی ورود کردن به خشونت‌های دیگه. خب اینجا یه مسئله باز وارد میشه، اینکه فرهنگ‌های مختلف و محیط‌های مختلف اینها چجوری میتونن تأثیر بذارن در خشونت؟ اگه منظور جامعه است، جامعه از طرق مختلف میتونه روی این عادی سازی خشونت و خود خشونت تأثیر بذاره. ببین اولین جایی که ما بعد از 5-6 سال با یه خانواده کوچیک بودن وارد میشیم مدرسه است یا مهد کودک، به هر حال میریم تو سیستم آموزشی. سیستم آموزشی بزرگترین تأثیر رو روی ما داره. دختر من توی مدرسه‌ای که میرفت یک روز با حال بد اومد خونه و گفت من دیگه مدرسه نمیرم. و پرسیدم چرا؟ گفت امروز مدیرمون و ناظممون بچه ها رو چند نفر رو صدا کردن بیرون، گفتم پروندهتون رو میدیم زیر بغلتون برین اخراجین. و اینا گریه میکردن و حال بدی داشتن و بقیه هم تو کلاس بودن و نمیدونستن که قصه چیه. من بلا فاصله رفتم مدرسه، گفتم برای چی همچین کاری رو کردین؟ به من گفتن که ما که با دختر شما مسئله نشون، نه ولی تأثیر روش گذاشته. داستان چیه؟ اصلا برای چی همچین کاری رو میکنی؟ این خشونته. گفتن ما میخواستیم به بقیه یاد بدیم که میتونیم اینجوری بیرونتون کنیم. خشونت ها از طریق مدرسه، از طریق ناظم و معلم داره میاد. خب شما فکر کنید ناظم و معلم این کار کرد. من نمیگم همه ناظم ها و معلم ها، ولی این کیسی که دارم میگم واقعی و برای بچه خود من اتفاق افتاد و توی یکی از مدارس خیلی خوبه، جای خیلی خوب. اینها وقتی نمیدونن که این عینیتی از خشونت هست، توی خونه خودشون هم این کار رو میکنن، با اطرافیان خودشون هم این کار رو میکنن و فکر کنید جامعه براش عادی میشه این قضیه. برای همین از کنار خیلی از خشونت‌ها ممکنه خیلی عادی رد بشن. یه مورد دیگه‌ای که باز عینیت خشونت بود که جامعه و به خصوص مدرسه، این کیس رو من توی یه کوچولوی کیس اولی دیدم که دستشویی نمیتونست بره و وقتی که پرسیدیم متوجه شدیم به خاطر اینکه مدیر مدرسه برای اینکه به بچه‌ای که کیس اولی بگه که باید دستشون رو صابون بزنن، گفت ما دوربین کار گذاشتیم توی دستشویی و شما اگه دستتون رو صابون نزنید ما می‌بینیم. و این بچه از ترس اینکه میره و میبیننش دستشویی نمیرفت، چون فکر میکرد دوربین اونجاست. و اینا خشونته، خشونتهای کلامیه که با دروغگویی فکر کنین از این از طرف محیط داره میاد. حالا این بچه هر چقدر توی محیطی بزرگ شده باشه که در آرامش باشه، اینجا داره این خشونتها رو میگیره. این قسمت میخوام به یه چیزی توی پرانتز اشاره کنم. اگر این بچه‌هایی که من مثال زدم توی خونه این احساس امنیت رو نداشتن و مسائل رو مطرح نمی کردن، این توشون میموند و تحت فشارهای مختلف قرار می گرفتن و درونی سازی می کردن این خشونت ها رو و خودشون می تونستن عامل خشونت بشن بعدن. در نتیجه توی خونه فضای امن ایجاد بکنیم که کودکانمون بتونن راحت به ما این رو بگن که ما بتونیم حداقل خونسا کنیم این اتفاقات رو. خب پس یکی از راه‌هایی که به ما میرسه آموزش مستقیم از طریق مدرسه است، آموزش غیر مستقیم از طریق فیلم هاست، از طریق سوشال میدیا است، از طریق همین صداهایی که بلند توی خونه و ما فکر میکنیم اوکی هست، یا از طرف موزیکه، موسیقی که ما میبینیم متاسفانه کلامی که روش هست و بیشتر شنوندگان این افراد جوونا هستن و دارن همین رو تکرار میکنن و همش خشونته. اینا داریم خشونت رو ترویج میکنیم، خشونت کلامی هم هست.